الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خدمه هم صائمين ماه مبارك رمضان وقائمين وشبذان دداران ماه مبارك رمضان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بحث الله الرحمن الرحيم شباب رمضان هاي يابي به عبارت الليل 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 قيوم الليل نماز تراویح به هر حال نمازهایی که در شب خوانده میشه در مبارک رمزان. ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان همان که روزش انسان در سیام هست و میدانه که این روزه دستور الله سبحانه و تعالی بوده همچنین الله سبحانه و تعالی خیر و برکات در شبهای ماه مبارک رمضان هم گذاشته سیدنا ابو هریره رضی الله عنه روایت می سیدنا ابو هریره می فرماین کان رسول صلی الله علیه و سلم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن یرغب فی قیام رمضان ترغیب می دادن تشویق می کردن در قیام شب ماه مبارک رمضان شما میدانید مسئله عبادت در شب فضائل خاص خود را داره دوستان الله سبحانه و تعالی به هر مقامی که رسیدن با اون مناجاتی که در شب داشتن با اون راز و نیازی که در شب داشتن در او خلوت شب با پروردگار خیش راز و نیاز میکردن انصار شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی چه زیبا می فرماین رحمه الله می گوین شب که عاشقان به شب راز کنن شب که عاشقان به شب راز کنند گرد در بام دوست پرواز کنند هر جا که دری بود به شب بربندند همه درها بسته میشه هر کس خانه خود میره درها را میبنده همه درها بسته میشه الا در عاشقان که شب باز کنن سبحان الله چقدر زیبا همیشه شب فضائل خود را داره خصوصا شبهای زیبای ماه مبارک رمضان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می من قام رمضان کسی که قیام داشته باشه شب زنده داشته باشه در ماه مبارک رمضان ایمانا و احتصابا از روی ایمان و از روی اخلاص نه اینکه شب را بیدار باشه با لحو و لعب نه اینکه شب را بیدار باشه در حرف زدن حرف های بیهوده نه اینکه شب بیدار باشه به با پای گناه و معصیت نه اینکه شب بیدار باشه به خاطر عیش و نوش و استراحت نه اینکه شب بیدار باشه به خاطر فلان و فلان و فلان بلکه شب زندداری داره از روی ایمان و از روی اخلاص نتیجهش چیست غفر له ما تقدم من ذنبه الله اکبر الله گناهان ما قبلش را می او گناهانی که قبلا انجام داده در شبهای گذشته در روزهای گذشته الله سبحانه و تعالی به برکت این شب رمضان و این شب زندداری و این طاعت و عبادات الله سبحانه و تعالی گناهانش را می در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین پیرامون قیام در شبهای رمضان که یکی از اون شبها شب قدر هست که بعدا مفصل توضیح داده میشه پیرامون شب قدر رسول الله می فرماین من قام لیلت القدر کسی که شب زنده کنه شب قدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه و این هم در شب ماه مبارک رمضان شب قدر نهفته است پس بناا در این شبها نماز تراوی، نماز تحجد نمازهای نافله نمازهای قضایی به هر حال این شبها را به عبادت سپری کن ماه مبارک رمضان ماه عبادت هست نه ماه اختلاف متاسفانه که بعض انسانهایی که از لحاظ علم محروم هستن جهل دامن گیری اونهاست در داخل مسجد خانه خدا رمضان ماه وحدت هست رمضان ماه انسجام هست رمضان ماه محبت و دلجویی هست شروع میکنن به اختلاف تراوی را یکی میگه هشت رکت بخوان یکی میگه 20 رکت بخوان یکی میگه یازده رکت بخوان تراویح از صلف صالح ثابت شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از سیدنا عمر از صحابه و از تابعین از بزرگان دین اما در قسمت رکعات جای بحث و اختلاف نیست مسئله قیام هست اینجا اخلاص مهمه صد رکعت بخوانی که اخلاص نبود مطابعت از رسول الله نبود ارزش نداره هشت رکعت هم که بخوانی که مطابعت از رسول الله و اخلاص نبود ارزش نداره لیبلوکم ایکم احسن عمله. عملا الله سبحانه تعالی احسن خواسته از من و شما پس بناا این شب شب قیام هست شب شب زندداری هست شب عبادت هست حالا کسی هشت رکت میخوانه کسی یازده رکت میخوانه کسی بیست رکت میخوانه کسی سی رکت میخوانه بیشتر میخوانه کمتر میخوانه اینجا جای اختلاف نیست این ماه ماه اختلاف نیست ماه وحدته ماه محبت ماه دوستیه پس به اینه که ما باید هدف و اصل و اساس رو بفهمیم و بدانیم به اینه که به این شبها باید ما قیام داشته باشیم این قیام ما نظر به ایمان ما هست به قوت ما هست به همت ما هست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می من صلى العشاء في جماعة كسك النَّمَازَرِ إشارة در جماعة خند فكأنما قام نصف الليل قويا شاب كرد النصف شبرا ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله كله كل شبر نماز خنده مهم بإخلاص خنده بشه بس خواهر مسلمان برادر مسلمان ما باید شبهای رمضان را مد نظر داشته باشیم قیام قیام اللیل تهجد نماز تراویح تصبیح، سجده همه این مسائل ماه ماه عبادت هست اگر کسی مأمور هست نمیتانه کل شبر بنشینه حتی نماز اشاره با جماعت ادا کنه نماز صبر با جماعت ادا کنه فضیلت شبر کسب میکنه فضیلت میگیره اما باز هم این دلیل نمیشه که من مصروفم و من کار دارم و من مأمور هستم از فرصت های رمضان باید استفاده کرد فضیلت قیام در شب های ماه مبارک رمضان نماز همیشه فضیلت داره خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان بهترین وقت در شب سلس شب هست که انسان شروع کنه به راز و نیاز با پروردگار بی نیاز الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه یا ایوها المزمل قوم الليل برخیز در شب نماز بخوان شب هست از فرصت های شب استفاده بکن دهها ها آیه دیگر داریم که الله سبحانه و تعالی به حبیب خود دستور میده که از شب استفاده بکن و در شب در سجده باش به عبادت الله سبحانه و تعالی باش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می افضل الصلاة بعد الفریضه بهترین نماز بعد از نمازهای فرض صلاة اللیل نماز شب هست در شب سحر هست این ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی ما را به بهانه ای که بلند بشو غذا بخور میخوای که ما را شکار رحمت خود بگردانه میخوای که الله سبحانه و تعالی ما را به دام رحمت خود بگیره در وقت سحر الله سبحانه و تعالی بلا کیف به آسمان دنیا نزول میکنه میای به این آسمان صدا میکنه یقول من یدعونی فاستجیب له چی کسی از من طلب داره تا من اجابت بکنم چی کسی مریضی داره تا من مریض او را شفا بدم چی کسی قرض داره تا من قرض اون را برآورده بسازم چی کسی مشکلات خانوادگی داره تا من مشکلاتش را حل کنم چی کسی اولاد میخواد تا من برایش اولاد بدهم چی کسی مشکلی داره که هیچ کس مشکلش را حل کرده نمیتوانه که من مشکلش را حل کنم این صدا و ندا وقت سحر هست و میفرمایه من یسالونی فعطی چی کسی از من طلب داره سوال داره تا من برایش بدهم من یستغفرونی فاغفر له چی کسی آمرزش میخواهد تا من او را ببخشم ای انسان آیا لازمه که انسان بره در دیگری را بکوبه؟ آیا لازمه که انسان بره جای دیگری گردن کج بکنه و زاری بکنه؟ وقتی چنین رب دارید چنین ذاتی که الله لا اله الا هو الحی القیوم حی هست زنده هست همیش نمی میره قیوم پابرجاست لا تأخذه سنتون ولا نوم او را خواب نمی بره یک پینکی هم نمیره دست بلند بکن به سوی الله سبحانه و تعالی پس به اینه که ما نباید فضائل شب خصوصا شبهای به این عظمت و بزرگی که شبهای رمضان هست ما اینها را به دست فراموشی بسپاریم خواب همیشه هست یازده ما را خوابیدیم یازده ما را خوردیم و نوشیدیم یازده ما را به هر سمت و سویی که دل ما میخواست رفتیم ولی این ساعت و ثانیه رمضان را غنیمت بشمار از جمله فضائل شب خصوصا این شبهای ماه مبارک رمضان الله سبحانه و تعالی می و من اللیل فسجد له وصبح ليلًا طويلًا الله اكبر الله اكبر الله سبحانه وتعالى يوم ومن الليل فاسجد له سجدك براي الله يعني نماز بخان وصبح ليلًا طويلًا تسبيح الله سبحانه وتعالى سر بسجده زار بگو سبحان ربي الاعلى بقو سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر إن نعمة عظيم شب شبهاي مبارك لحظات مبارك فرصتهاي مبارك حركت بكون تا إنك إنسان مبارك بشي الله سبحانه وتعالى برهامي ما توفيق بده توفيق بده تا إنك بقدر إن مبارک مبارك وإن لحظات وإن فرصتها رب تاني الله بما توفيق بده إن حديث در ذهن ما باشه فراموش نکرده باشیم كدام حديث بود حديث من قام الرمضان إيمانا واحتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه کسی که شب زندداری داشته باشه و قیام در شبهای رمضان داشته باشه و این قیامش از روی ایمان و اخلاص باشه غفر له ما تقدم من ذنبه الله میامرزه آمرزیده میشه گناهان ما قبلش الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق عبادت و بندگی ارزانی بفرماید الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه در این ماه مبارک رمضان چنان شب زندداری داشته باشیم که این برای ما عادت بشه که بعد از رمضان هم شبها با پروردگار خود لحظات خلوت داشته باشیم و چیزی زیبا فرموده خاجه انصار شبخیست که عاشقان به شب راز کن. شب کار هر کس نیست دوستان خدا هستند که الله می فرمایه و بالاسحار هم یستغفرو در سحرگاه ها استغفار می راز و نیاز دارن شب خیس که عاشقان به شب راز کنن گرد در بام دوست پرواز کنن هر جا که دری بود به شب بربندن الا دری عاشقان که شب باز کنن الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته